آقای مقدسی زاده، ممنون که دعوت مدیا وی آر تی وی رو پذیرفتید برای مخاطبان ایرانی و خارجی ما. کنسرت سختی رو امروز برگزار کردید و ممنونیم که بعد از اجرا وقتی که همه تماشاگرها رفتن، باز هم رهبر ارکستر موند و این وقت رو گذاشت که با ما در مورد کاری که امروز مخاطبان شنیدن صحبت کنن. آقای مقدسی، شما تجربه خیلی خوبی برای رهبری ارکسترهای ملی و ارکسترهای بزرگ دارید و آهنگساز توانایی هستید. ما از شما کار زیادی رو شنیدیم. امروز هم مخاطبین ما برنامه بسیار ایدئالی رو با توجه به داشته های شما دیدن و شنیدن. سوال اول من در مورد سختی ها و مشکلات ارکسترهای بزرگ مردم نهاد یا فیلارمونیک هست. شما مدیریت این ارکستر بر عهده خودتون بوده و جمعی از دوستان شما همکاری کردن برای اجرای برنامه. سختی زیادی متحمل شدید و چقدر با استانداردهایی که توی ذهنتون هست فاصله داره؟ خب من ممنونم از شما که ما رو قابل دونستین و ما همکاری کردین. کنسرت واقعا کنسرت سختی بود. دلیل سخت بودنش هم این هستش که تمام کارهای این کنسرت ما باید خودمون انجام بدیم. از لحظه‌ای که شروع می‌کنیم، فکر می‌کنیم که این کنسرت رو باید انجام بدیم تا لحظه‌ای که انجام میشه و تمامش کردیم، سالن رو می‌خوایم تحویل بدیم و حتی تا روزهای بعد از اون ما درگیر کارهای جانبی این کنسرت هستیم و تقریبا میتونم بگم تیم برگزار کننده کنسرت خود همون عوامل فنی کنسرت هستن. موردی که یک اشتباه بزرگه ولی اداره اتفاق بیفته توی کشور. فکر میکنید که آینده ارکستر مردم نهاد در کشور ما به کدوم سمت؟ تا زمانی که روی کرد عوض نشه و اتفاقی نیفته و امکانات ایجاد نشه، یعنی یک سازوکاری تعریف نشه برای این قضیه، با همین مشکلات هست و خواهد بود. آقای مقدسی، شما جز معدود رهبران ارکستر هستید که ریسک اجرا در شرایط سخت رو قبول میکنید و با نوازنده های مختلف با توجه به تداخلی که با برنامه های دیگه دارن، مخصوصا در جشنواره فجر اجرا کردید. این میتونه شانس موفقیت شما رو تا حد زیادی کاهش بده وقتی که رهبر ارکستر با نوازندگانی کار میکنه که فرصت تمرین کمتری دارن. به نظرتون ارکستر مردم نهاد با توجه به اینکه موزیسین های شاغل در نقاط مختلف در ارکستر مختلف دارن کار میکنن، آیا میتونن با همین حد استاندارد به فکر کارهای بین‌المللی هم باشن؟ میتونن باشن، ولی خیلی کار سخته و هیچ وقت نتیجه ایدئال نمیشه. ما نمیتونیم تعداد تمرینات کافی داشته باشیم، نمیتونیم همه نوازنده‌ها رو یک جا در یک تایم جمع کنیم و اینکه نمیتونیم حتی از نوازنده‌هایی که سازهایی که احتیاج داریم، که کسری داریم در واقع توی ارکسترمون، از همه اون سازها بهره‌مند بشیم. به عنوان مثال، ما در تمام سالن‌های ایران سازهای مورد احتیاجمون مثل تیمپانی رو و از جمله این جور سازها رو نداریم. برای مهیا کردن یه پیانو توی سالن باید با شرکت هایی که بازرگان هستن هماهنگ کنیم، برای ما پیانو بفرستن. اون پیانو دوباره باید کوک شه و اون کوک ممکنه تو لحظه دقیق نباشه و مشکلات این چنینی. همینطور نوازنده هایی که اینقدر درگیرن که ممکنه در روز 3 جلسه تمرین رو تجربه کنن، ممکنه حتی چند ساز اجرا رو تجربه کنن و ذهنشون چند جاست و نمیتونن متمرکز بشن رو رپرتواری که دارن در یک ارکستر کار میکنن. این چند تا دلیل داره. یکی این که نوازنده ها مجبورن برای اینکه بتونن ابرای معاش کنن و زندگی خودشون رو بگذرونن، در چندین ارکستر ساز بزنن. از طرفی کمبود یک سری نوازنده ها در یک سری سازها توی ایران به شدت احساس میشه، مثل سازهای بادی، و این باعث شده که چند نفر از نوازنده های بادی در تمام ارکسترهای ایران حضور داشته باشه. این ظرف خیلی بزرگی هست برای ایران. حضور دارن، حتی شاید خودشون هم از این شلوغی تلافه شدن و اینکه انتظارات مالیشون هم حتی برآورده نمیشه در نهایت. آقای مقدسی زاده، مدیریت ارکستر فیلارمونیک با توجه به درآمدها که ناشی از فروش بلیط و اسپانسرهایی که صرفاً برای ابزاری که شما نیاز دارید پاپیش میذارن، خیلی سخته. ما این رو به عنوان یک موزیسین داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. آیا به جشنواره فجر برای شما امیدی داره شرکت درش؟ یا آیا شما اینطور بپرسم ازتون، آیا امیدوار هستید که سال آینده وضعیت این فضای حمایت از موسیقی مردم نهاد بهتر باشه؟ تا جایی که من یادم میاد، از روزی که موسیقی رو توی ایران شروع کردم و فعالیت کردم و کار اجرایی انجام دادم، رویکردها تغییری نکرده. الان بعد از سالها برگزاری جشنواره فجر فقط میتونم بگم نزول داشته تا اینکه بخواد بهتر شده باشه. هیچ امکاناتی اضافه نشده که هیچ کمتر شده. ما از حد اکثر امکانات موجود استفاده کردیم
ولی باز هم مشکل داشتیم با وجود حامیان مالی، با وجود حامیانی که از همه لحاظ معنوی و مالی ما رو در واقع حمایت کردن، باز هم متضرر هستیم بعد از برگزاری کنسرت. حالا مقدر سیزده، شما جز معدود آهنگسازهایی هستید که کارتون با ارکستر خارج از ایران ثبت کردید. تفاوت اهمیت ارکسترهایی که در ایران دارن فعالیت میکنن به لحاظ صدادهی و ارکسترهای ساده و پایه‌ای که در کشورهای همجوار ما هستن به لحاظ فنی چقدر میبینید؟ ما یک مشکل بزرگ داریم، ارکسترهایی که نوازندگان ثابت داشته باشن کم داریم. اون ارکسترهایی که در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن و ما تجربه داشتیم که باشون حتی همکاری داشته باشیم، یک خصوصیت خیلی مهم دارن، یک سری نوازنده دارن که استخدام این ارکستر هستن. بابت اینکه حضور داشته باشن سر یک تایمی مثل ارکستر سمفونیک تهران که داریم، حقوق میگیرن، موظفن اونجا ساز بزنن و موظفن با کوالیتی خوب ساز بزنن، پس مجبورن که حد اکثر تواناییشون رو اونجا ارائه بدن، چون اگر ارائه ندن حذف خواهند شد و جایگزین اونها نوازنده هست. از طرفی هم به خاطر اینکه تعداد ارکسترا کمه، فرصت کمه و رقابت خیلی زیادی هست. ولی ارکسترهایی مثل ارکستر ما که هیچ حامی مالی ندارن و نمیتونن طوری شرایط رو تعیین کنن که یک فضای ثابتی وجود داشته باشه، کیفیت میاد پایین. ما اگر بخوایم که مقایسه کنیم و بچه‌ها رو در واقع سرزنش کنیم به خاطر اینکه چرا با کوالیتیمون این نیست و اختلاف کوالیتی داریم، اول باید اون شرایطی که اونجا وجود داره رو براشون فراهم کنیم. شما ظرف رو ناشی از مدیریت میدین؟ قطعاً. اگر ارکسترهای زیادی در ایران به صورت ثابت فعالیت کنن، رپرتوارشون رو در هفته در چندین جلسه تمرین کنن و مرور کنن، مطمئنمشون در کنسرت‌ها موفق‌ترن. بعضی‌ها پیش میاد که خیلی از نوازنده‌ها در کنسرت‌هایی که تو ایران برگزار میشه در شب اجرا، در شب کنسرت دارن تمرینشون رپرتوارشون میزنن. یعنی اینقدر در واقع فرصت کمه که بعضی از نوازنده‌ها قطار رو شاید اصلا نرسیدن بزنن و یا یک بار رسیدن به ارکستر تمرین کنن. تقریبا میتونم بگم که اکثر موقع ها نوازنده هایی که استفاده میشن به خصوص در سازهای کمیابه تو ایران، نوازنده ها دشیفت دارن کنسرت میزنن. خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم این نوازنده پرفکت باشه، چون شرایطی که ما میخوایم فراهم بشه نوازنده باید 3 جلسه در هفته در اون که ساز بزنه. بعد اون موقع میشه انتظار داشت که صدای خوب بشنویم، ارکستر در واقع از کوردینیشن شرایط بهتری داشته باشه، کوکش بهتر باشه و نوازنده با احساس و با خیلی راحت ساز بزنه. آقای مقدسی زاده، مدیریت ارکسترهای ملی و سمفونیک ما اخیراً با توجه به تغییراتی که در سیستم‌های مدیریتی وزارت ارشاد اتفاق افتاد و تحویل بنیاد رودکی شدن، آیا به نظرتون این تغییرات کمکی به آینده موسیقی ملی و دستگاهی ما می‌کنه، از اونجایی که شنوندگان و مخاطبان بین‌المللی از موسیقی ایرانی یک ارکستر کاملاً ایرانی دیدی که دارن نسبت به موسیقی ما غالباً اینطوری بوده؟ آیا موسیقی ارکسترالی که شما اجرا میکنید و موسیقی ارکسترالی که ارکستر ملی داره اجرا میکنید، ارکسترهای دیگه که دولتی اداره میشن، آیا به نظرتون کمکی به آینده موسیقی ملی ما میکنه با اون شیوه مدیریت؟ من یه ضعف بزرگ میبینم، هیچ برنامه‌ای برای این چیزی که شما میفرمایید وجود نداره. یعنی در سازوکار بنیاد رودکی من فکر نمیکنم که برنامه‌ای تبیین شده باشه که اینها یک روند در واقع روبه رشد رو بخوان تهیه کنن. انگار که در واقع برنامه فقط این هستش که یک سری کنسرت برگزار بشه، نوازنده حقوقشون رو بگیرن و یک رپرتواری به هر حال در هر دوره زمانی جمع بشه. فکر نمی کنم به این فکر کنن که در سال مثلا آینده ارکستر باید به این لول رسیده بشه. فکر نمی کنم از این دهاست که مثلا موسیقی ایران باید اینقدر پیشرفت کرده باشه در سال آینده و در 5 سال آینده به اینجا رسیده باشه، در 20 سال آینده به اینجا رسیده باشه. چیزی که ما در ایران داریم در نه تنها موسیقی و در همه حوزه‌های دیگه این هستش که برنامه‌ریزی طولانی مدت نداریم. همه ارکسترها و تمام سازوکارهای دیگه، حتی مثل فوتبال و حتی مسائل دیگه، فقط به بازه‌های کوتاه‌مدت فکر می‌کنن. بله، فقط می‌خوان در واقع اولین در واقع اتفاقی که قرار برشون می‌خواد بیفته رو در واقع پوشش بدن. درست. در نتیجه این پلان رو ندارن. درست. وگرنه ارکستر ملی به عنوان مثال میتونست برنامه‌ریزی داشته باشه که چجوری میتونه موسیقی ایرانی رو، موسیقی فاخر ایرانی در ژانر ارکسترال پرورش بده. درست. این برنامه رو نداره. به عنوان مثال میتونست از آهنگسازای ایرانی دعوت کنه، شورا درست کنه، رپرتوارها رو چک کنه، تست کنه، بله، و حتی به آهنگساز اجازه آزمون خطا بده، بذار کارهاشون شنیده بشه تا بتونن روش کنن و مثلا در 2 سال آینده همون آهنگساز بتونه کار بهتری به ارکستر بده. فقط منتظر هستن که یک رپرتوار آماده که در کنسرت بعدیشون
کنسرت رو پوشش بده و فقط سالن کنسرت رو پر کنه همین اتفاق بیفته. من اگر هم وجود داره ما احساسش نمی کنیم. درست. من به عنوان یک در واقع جوان ایرانی که دارم توزیع آهنگسازی و تنظیم موسیقی ملی در ژانر ارکسترا فعالیت میکنم یه همچین حمایتی رو ندیدم. اگر هم بوده ما احساسش نکردیم، به خاطر اینکه به من به عنوان آهنگساز تحصیل کرده این کشور هیچ کمکی نکردن. من تمام آثار خودم رو خودم ضبط کردم با هزینه خودم، خودم اجرا کردم با هزینه خودم. هیچ وقت هیچ نهاد دولتی از من نخواسته، فقط رادیو تلویزیون ایران، اونم فقط کارهای سفارشی و مشروط بر اینکه شرایطی که اونها میخوان رو مهیا کنیم. خانم قدسی‌زاده میدونم خیلی خسته هستید، اجرا بسیار خوبی داشتید، ممنون که وقتتون رو در خدمت مخاطبان مدیا وی آر تی وی قرار دادید و ما افتخار میکنیم که اولین فیلم برداری 360 درجه یک ارکستر بزرگ رو با ارکستر شما تجربه کردیم. کلام آخر. این نکته باید بگم، شاید مخاطبین موسیقی حرفه‌ای ارکستر ما رو وقتی مقایسه کنن با ارکستر حرفه‌ای متوجه یک سری نقص‌ها و ضعف‌ها بشن. این نقص‌ها و ضعف‌ها دلیلش، یک دلیل بزرگش همه مشکلاتی بود که الان با هم صحبت کردیم. درست. مطمئن باشید که اگر به ما هم امکانات داده بشه، به ما هم فرصت داده بشه، به ما هم آموزش بهتر داده بشه، ما هم بهتر از این خواهیم بود. پس اگر در اجرایی که میشنوین از ارکستر ما نقص‌های میشنوین، همش رو پای ضعف توانایی نوازنده‌ها و یا اجرا کنندگان اون نذارین، به مشکلاتش هم بذارین. یعنی باید این عزیزانی که ما رو قضاوت میکنن از لحظه که ما شروع میکنیم به در واقع فعالیت، تصمیم میگیریم، فکر میکنیم، تا شبی که اجرا میکنیم کنار ما باشن، تا اون شرایط وحشتناک ما رو ببینن. بعد اون موقع شاید اون چیزی که ما اجرا میکنیم فراتر از اون چیزی باشه که اونها حتی انتظار دارن. از طرف مخاطبین مدیا وی آر تی وی از شما تشکر میکنم، امیدوارم که اجراهای بیشتر و بزرگتر از شما ببینیم. خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. متشکرم.